با ما همراه باشید با ایران آزادی. استعفا، ترک خدمت و مهاجرت پزشکان و پرستاران همچنان ادامه دارد. دستمزدها ناچیز، امنیت شغلی مساوی است با صفر. تامین اجتماعی و خدمات بازنشستگی زیر صفر. مداخله غیر کارشناسی و سرکوبگرانه در شغل و تخصص پزشکان و پرستاران از سوی حراست و دیگر نهادهای سرکوبگر به صورت روزافزون ادامه دارد و همین باعث کنار کشیدن پزشکان و پرستاران از عرصه خدمت زیر حاکمیت دیکتاتوری ارتجاعی آخوندها شده است. در همین باره اخیراً مصطفی عضو مجلس رژیم گفت 12,000 پزشک در کشور کمبود داریم. به دلیل کمبود پزشک بسیاری از درمانگاه‌های ما در شهرستان‌ها بعد از 40 سال بسته شده است. خب پزشکان ایران کجا رفته و می‌روند؟ چرا در ایران نمانده و نمی‌مانند؟ دبیر کل خانه پرستار بخش از پاسخ این پرسش را می‌دهد. حداقل 8 ماه از معوقات برخی پرستاران پرداخته نشده است و دستمزد پرستاران برای یک شیفت 7 ساعته در روز تنها 140,000 تومانه. گچکوبان رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری اهواز هم بخش دیگری از پاسخ به آن پرسش نخستین را به عهده گرفته و میگوید در کشوری مانند عمان حقوقی به پرستاران ایرانی پیشنهاد میکنند نزدیک به 10 برابر حقوقی است که پرستاران داخل کشور دریافت میکنند. علاوه بر آن مسکن مناسب و رفاهیات دیگر را نیز در اختیار آنها قرار میدهند. نجاتیان رئیس سازمان نظام پرستاری درباره آمار مهاجرت پرستاران اضافه می کند. الان در سازمان نظام پرستاری 2,000 گواهی صلاحیت حرفه‌ای برای مهاجرت برای پرستارانی صادر می کنیم که بهترین پرستاران کشور هستند. محمد شریف مقدم هم می گوید در حال حاضر 50,000 پرستار خانه نشین هستند. عباس‌زاده یک مقام وزارت بهداشت رژیم هم گفته با مهاجرت گسترده نیروی پرستار مواجه هستیم. اکنون روشن است که چرا بیمارستان‌ها خالی از پرستار شده. چرا بهترین پزشکان و پرستاران ما مهاجرت می‌کنند یا خانه نشین شده یا مسافرکشی می‌کنند یا شغل دوم و سوم دارند. چرا حقوق آنها پرداخت نمیشه؟ چرا همراه با متخصصین میلیاردها دلار سرمایه از ایران خارج میشه و کسی علت را جستجو نمیکنه؟ آیا مردم ایران به پزشک و پرستار نیاز ندارند؟ آیا ایران پول نداره که حداقل حقوق دلسوزترین و مفیدترین قشر این جامعه بپردازه و اونا رو نگه داره؟ اکنون روشن است که چرا بیمارستان‌ها خالی از پرستار شده؟ چرا بهترین پزشکان و پرستاران ما مهاجرت می کنند یا خانه نشین شده یا مسافرکشی می کنند یا شغل دوم و سوم دارند؟ چرا حقوق آنها پرداخت نمی شه؟ چرا همراه با متخصصین میلیاردها دلار سرمایه از ایران خارج می شه و کسی علت را جستجو نمی کنه؟ آیا مردم ایران به پزشک و پرستار نیاز ندارند؟ آیا ایران پول نداره که حداقل حقوق دلسوزترین و مفیدترین قشر این جامعه بپردازه و اونا رو نگه داره؟ و صدها سوال بی پاسخ دیگه وجود داره که تنها پاسخش را باید در سرنگونی این نظام جستجو کرد. نظامی که بیشترین فشارها را به دستمزد بگیران این مملکت وارد می کند. اما متقابلاً تمامی تسهیلات یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان را در اختیار پاسداران و آخوندهای دزد و فاسد قرار داده تا در داخل به سرکوب و در خارج به ایجاد جنگهای ظالمانه و صدور تروریسم اقدام کنند. نظامی تماماً دشمن مردم ایران و خلقهای منطقه که راهی جز سرنگونی برای اصلاح خودش باقی نگذاشته.